شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام علیکم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و خیلی از ممنونم وقتی که در اختیار من گذاشتید. یه تشکر دیگه هم که من واقعا تو این چند سالی که با شما آشنا شدم خیلی خیلی از شما یاد گرفتم و جا داره که واقعا ازتون تشکر کنم. لطف دارید، بفرمایید. آقای دکتر، من حقیقتش می‌خواستم راجع به خوابام با خوابهای خودم باهاتون صحبت بکنم. چون یه سری خوابایی می‌بینم که برام واقعا جای سوال داره. چون از طرفی من واقعا خیلی دوست دارم این دنیا رو با عقل خودم بفهمم، حالا با عقل محدود خودم، و اینکه یا از طریق علم بفهممش. یه سری خوابایی برام میاد، می‌بینم که یه کمی برام جای سوال می‌ذاره. از این طرف حالا صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. اولا شما چند سالتون عزیز؟ 40 سالم آقای دکتر. اوکی، چه مدتی از کانادا هستید؟ 10 ساله. چی خوندید و چه میکنید؟ من مکانیک، مهندسی مکانیک خوندم و اینجا در دولت کبک اینجا مشغول کار هستم. به من بفرمایید فرزند چندمید؟ من فرزند آخر هستم از خانواده 8 نفره، یعنی 6 تا خواهر برادر هستم. به من بفرمایید که ازدواج و اینا چه کردید؟ درباره ازدواجتون؟ نه ازدواج نکردم تا حالا، یعنی خیلی دوست داشتم ولی هیچ وقت موفق نشدم. چرا؟ حقیقتش دایی که من بودم از نظر شرایط مالی وضعیت خوب نداشتیم. من حالا گفتم بعد من دانشگاه اول درس بخونم، بعد که درس خوندم درستم تمام شد، یه سری اشتباه انتخاب نادرست برای خودم کردم تو ایران، نشد دیگه، مهاجرت کردم. تقریبا حدود 30 سالم اینا بود. بعد اینجا هم چند انتخاب اشتباه کردم تا مادم خودم رو جمع جور کنم. دو سه سال گذشت، بعد دوباره یه 3 انتخاب اشتباه کردم. آخه چرا انتخاب اشتباه میکردی؟ من طبق اون چیزی که الان دارم پیگیری میکنم دچار اونطور که جفری یانگ دچار طرحواره رهاشدگی هستم و دارم روش کار میکنم و واقعا خودم خیلی دوست دارم تشکیل خانواده بدم و ازدواج کنم، ولی واقعا انتخابای اشتباهی کردم. حتما آدمای مناسب و خوبی بودن ولی مثل یه لباسی که به تن من زغال میزنه مناسب من نبود. آخه ببینید عزیز، شما مثلا با این توضیحی که میدید ای بسا 5 یا 10 نفر در زندگیتون پیدا شدن و خب قرار این بوده که در کلیتش اینا مناسب شما باشن، حالا وارد جزئیات یا جنبه درونیشون بشید. این معمولا از 10 تا آدم، مخصوصا وقتی آدم قصد ازدواج داره و تفاوت‌ها رو میپذیره، احتمالا به یه نتیجه میرسه. ولی شما با یه لغت از یه طرف داستان تله و از جانب دیگه اشتباه، خب ماجرا اشتباهی بسا نبوده، شاید رابطه درست بوده، اونگونه که پیش رفته مسئله بوده. و الا شما که یه آدم این که فرض کنید 20 سال از شما بزرگتر بوده رو پیدا نکردید، یا یه آدم این که مسائل مشکلاتی داشته از آغاز و یا مثلا ازدواج کرده 5 تا بچه رو داشته دنبالش نرفتید که بگید اشتباه. واقعا هیچ وقت فکر کردید با اون جمله هم مشکل حل نمیشه. اون بس که بگیم یه چیزی غریزیه یا طبیعیه یا حرمت نفسه یا اعتماد به نفسه. بعدا وقتی آدم بدونه مسئله و مشکلش کجاست مواظب دیگه. درست وقتی شما بدونید اتومبیلتون ترمزش خرابه، سرعتتون رو نصف میکنید، خیلی کمتر میکنید، مواظبید. خب آدم بدون گرفتاری همچین مسئله است، بگونه که خودتون اشاره کردید معلومه فرد باهوش و تحصیل کرده هم هستید،
خب چرا متوجه نبودید که جلوشو بگیرید؟ حداقل این 10 سالی که کانادا بودید باز چرا اینجور شد؟ میخوام ببینم آیا، چون بیدید علتش خیلی بهتون بگم، من الان کنجکاویم در مورد شما اینکه یه شناختی از شما پیدا کنم که خواباتون برام معنی دار بشه. میدونم به موضوع خواب اینا مرتبط نیست، ولی من میخوام با کی طرفم، یعنی این شما چگونه به موضوع و مسائل دنیا توجه میکنید؟ قسمت قبلی یه مقدار گزارش ها بود، جایگاهی که تو خانواده خیلی جایگاه بدیه، فرزند ششم از 6 تا بچه، یعنی شما برای خودتون ول میچرخیدید و اون میتونه مسئله سرگردانی و در حقیقت عدم اعتماد و اطمینانتون به خیلی چیزا باشه. ولی اگر به شما بگم تمام اون دختر خانمایی که شما باشون دوست شدید همه رو جمع کنیم و بهشون فرصت ها بدیم راهنمام داشته باشن، آخر کار بگن دو تا مشکلی که در این آقا میبینن که یا اونا نتونستن به شما برسن یا شما به اونا برسید، چه فکر کنید به چه نتیجه برسن؟ آی دکتر، اگه که دو تا مثلا مشکلی که من دارم، یکی این که حقیقتش من زیاد نه که جدی نباشم، واقعا تو هدفی که پیش رو میذارم جدی هستم، ولی خیلی اهل شوخی و خنده هستم، ولی خیلی سعی کردم کنترلش کنم، خیلی روش کار کردم که دیگه، چون واقعا خیلی به دیدم که برام دردسر شده و جدی گرفته نمیشم، خیلی روش دارم کار میکنم، از به موازات این طرحواره روشندگی که یه سال اخیر متوجه شدم. مثلا تو ایران واقعا مشکل مالی بود، یعنی خیلی البته خوشحالم، البته امیدوارم خانومم خوشبخت باشم، ولی خیلی خوشحالم درست نشد، چون میدونم الان که دارم نگاه میکنم یه تجربه دارم میبینم که مناسب هم نبودیم و من اینجا هم که انتخابایی که کردم، حالا اگه تو موضوع خواهم برسیم دو تا نکته خیلی جالبم بهش میرسیم که چی شد حالا به یه نوعی به هم خورد، ولی بازم دیگه که دارم الان به گذشتم نگاه میکنم میبینم که انتخابایی یعنی اگه برگردیم دوباره اون انتخابا رو نمی کنم، ولی اینجور که میدونم، حالا اونجور که جفری های میگه و کتابش رو خوندم، واقعا میگم کسی انتخاب میکنم که طرحواره منو فعال کنه. من به شدت جذب خانم های زیبا میشم و تمام کسایی که باهاشون حالا در ارتباط بودم به نوعی بسیار زیبا بودن. خب این چه اشکالی داره؟ این حد اونا تعهد نبودن یا شما نبودید؟ من چون که یعنی نگاه نمی کردم، فقط جز زیباییش می شدم و نگاه نمی کردم. نه سب کنید، من اگر قصد خرید اتومبیل رو ندارم، پولشم ندارم، هی برم این فروشگاه برم اون فروشگاه یا نمایشگاه، خب معلومه آخر کارم اتومبیل ندارم. پس بنابراین اون اشتیاقی که در آغاز اشاره کردید برای ازدواج، های دلتون رو میخواست ازدواج کنید و الان هم حتی به تجزیه و تحلیلش میپردازید که چرا نشد، کجاست؟ بریم آیدی تو، حالا اگه من واقعا راجع به خوابام میخواستم صحبت کنم، ولی اگه بخوام راجع به این صحبت کنم، به روز موجود ازدواج صحبت بکنیم، من بازم خیلی فکر کردم آقای دکتر، من واقعا از 20 سالگی دوست داشتم ازدواج کنم، مانع اصلیم تحصیل بود، مانع اصلیم دوباره، چون واقعا من رو پای خودم بودم، یعنی از 15 سالگی من رو پای خودم بودم، توی یه جایی بزرگ شدم که واقعا نه 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 من راجع به 10 سال کانادا حرف میزنم. 10 سال کانادا، 3 سال اول، 5 6 سال اخیر، نه 5 6 سال آخر، سن 35 تا 40 داشتم، 3 تا رابطه داشتم که حالا من نمیخوام روش روی به کسایی واقعا عیب بذارم، ولی بعدن که از رابطه اومدم بیرون، از این ست رابطه بعدن که یکم فکر کردم خب مشکل من چی بود و مشکل اونا چی بود، با شما کمی آشنا شدم، یعنی سال 2016 بود که با شما آشنا شدم، دیدم 3 نفر از این 2 نفر اون نشونه هایی که من درشون دیدم بوردرلاین بودن، نمیخوام خدا نکرده برچسب به کسی بزنم، ولی واقعا بسیار پر نوسان بودن، 2 تا 3 تا از 2 نفری که انتخاب کرده بودم. اولش مثلا حالا میگم جذب زیبایی شده بودم، دیدم مثلا میتونیم با هم یه صحبت بکنیم، دیدم میتونم به هم یه نزدیک بشیم، و بعد وقتی که باهاشون مثلا حالا تو خلوت بودم و بیشتر بهشون نزدیک شدم، واقعا آدمای دوستاشون فوق العاده پر نوسان بودن، فوق العاده واکنش های هیجانی داشتن. بعد اصلا من مثلا این آخری که من در ارتباط بودم، اصلا واقعا نمیشد مثلا در مورد یک موضوع هر لحظه استدلال و مطرحش عوض میشد، من ممکن بود یک سوالی براش مطرح کنم، مثلا حال پدر چطوره، فوق العاده غیر قابل پیش بینی بود. خیلی خوب، نه ببینید، صبر کنید
برمیگردید و نگران خواباتون نباشید، وقت به اندازه کافی دارید. من سالم باز میخوام اینو روشن کنم، بلکه گفتم من دارم شما رو میشناسم، بلکه بله خواباتون خواهش میکنم. بدون شناخت شخصیت شما معنی نمیده. بله خواب بله تعبیرش با شناخت یه آدم همراهه. ببینید عزیز، شما اولا بر اساس حرفاتون من میتونم این برداشت رو بکنم که براتون زیبایی مهم بوده، جلب خانم هایی میشدید که از نظر شما زیبا بوده، بسیار خوب. ولی بعد از یه هفته دو هفته که این پایین و بالا رفتنش رو میدیدید و مسائل و مشکلات میدیدید، حتی اگر ادامه میدادید 5 سال هم ادامه میدادید، دیگه اصلا رابطه نباید بذارید، بلکه بذارید این آدم اون آدم شما نیست. آقای دکتر شما هیچ وقت درگیر رابطه نشدید. نه صبر کنید چشم، یعنی این آدما با دو هفته بعد ولشون میگردید، نه اینکه دو ماه یا 4 ماه طول بکشه. اصلا نمیتونم کسی رو ول کنم، اصلا توانایی پایین چه رابطه احساسی. من واقعا تو گروه درمانی ها شرکت میکنم، تو صحبت شما رو خیلی گوش میدم، کتاب به سعی میکنم در باره روانشناسی فوق العاده زیاد میخونم، حالا فوق العاده زیاد که مثلا شاید تو یه سال اخیر 10-12 کتاب روانشناسی خوندم. من به هیچ شما توانایی این که یه رابطه چه احساسی باشه چه یه رابطه دو تا دوست معمولی باشه هیچ وقت نتونستم، هیچ وقت جرئت میگم تو این 40 سال هیچ وقت هرگز نتونستم. حالا اگر یه کسی به شما بگه با نگاه مثل اینکه من به شما بگم یه نفر شما مریض بوده، انداختید تو اتومبیلتون بردید بیمارستان، بعد دم بیمارستان گفتید نه من نمیتونم ازش جدا بشم، من نمیتونم بدمش، معلوم نیست دیگه اصلا ببینمش یا نه، معلوم نیست اصلا زنده بمونه یا نه، نگرش دارم تو بمیری. آخر وقتی میدونه من مشکلم اینه که من وقتی که یک کسی هست که صلاح من نیست، اصلا صلاح شما نیست، صلاح اون نیست، شما او رو بدبخت میکنید، شما با آوردن دو تا بچه اون رو از پا در میارید، دلیل نداره که باز هنوز ادامه بدید بگید من گرفتار تله از این قبیل از اون راهش کنید. آره من که نمیتونم، واقعا حق با شماست، من هی به خودم میگم هی میگم هی تکرار میکنم، ولی باز کم کننده من هیچ وقت نتونستم باشم، هیچ وقت تو هیچ رابطه های دکتر، نه تو دوستای معمولی نه تو رابطه های عاطفی. خب آخه وقتی این به من نشون میده که شما بر مبنای یک عقلتون و واقعیت و مسئولیت حتی اخلاق عمل نمی کنید. شما گرفتار احساسات و عواطف کودکی هستید، شما کاملا با انفجار احساسات و عواطفتون به اکباره هوش و علم و عقل و اینا از پنجره پرتاب میشن بیرون. خب اینجاست که معلومه بدن خواباتون هم چه وضعیتی پیدا میکنه، برای که شما در حالت هوشیاری هم رفتار روز گفتم درست، مثل اینکه من یه آدم میرم تو خیابون تصادف کرده بنزم تو اتومبیلم ببرم دم بیمارستان، بعد بگم من نمیتونم اینو رها کنم، خب میمیره. من که نمیتونم برگردم بگم من نمیتونم، چطور نمیتونم، من نمیخوام. یعنی شما با یه لغت نمیتونم و اونها کار رو خراب میکنید، چون فرزند آخرید، تخصص فرزند آخر اینه که از دو تا لغت نمیدونم نمیتونم استفاده کنی، نمیدونم نمیتونم نمیدونم نمیتونم، در حالی که واقعیت مسئله است نمیخوام. و روزی که آدم بگه نمیخوام، حالا در مقابلش مسئولیت پیدا میکنه. من به شما بگم این کارو بکنید یا اون کار، وقتی نمیدونید و نمیتونید خب تموم شد. ولی اگر بگید نمیخوام، اگر یه کاری است که باید بکنید میپرسم چرا و شما باید براش توضیح بدید. الان به صحبتتون داشتم فکر میکردم، شاید این کلمه رو من خودم نگفتم، نمیخوام، همیشه گفتم نمیتونم تو رابطه ها. ممنونم از این کلمه‌ای که گفتین. و نه خواهش بکنم، بذار من از دو ساعت. اولا شما معمولا در متوسط در هفته چند ساعت میخوابید و کی میخوابید کی بیدار میشید؟ معمولا من 8 ساعت باید بخوابم حتما، ساعت 10 اینطور میخوابم و 6 اینطور بیدار میشم. و اون وقت وسطش هم بیدار میشید یا یه سره میخوابید؟ گاهن بیدار میشم گاهن یه سره میخوابم. اوکی. و بعدش هم خواب صبح که بیدار میشید خواباتون یادتون میاد یا همون موقعی که بیدار میشید یادتون میاد یا بیشتر اوقات خواب خیلی خیلی متفاوته، خیلی خیلی متفاوته. اوکی خب حالا بریم ببینیم چه خبر از موضوع خوابشون. علاوه اینکه من هر شب خواب میبینم تقریبا و گاهن یادم نمیاد و حساش با هم هست و خوابایی هم که میبینم، حالا اگه بخوام برای خودم دستبندی کردم، کم اهمیت، بی اهمیت، مربوط به خودمه، کلا نامربوط به خودم. من یه سری رو لیست کردم، خیلی سریع چند تاشو میگم. مثلا گاهن من پیش اومده که بدون اینکه از کسی اطلاع داشته باشم مثلا راز طرف رو فهمیدم. مثلا من یه دوستی داشتم که رفته بود مسافرت و خواب دیدم که یه
یه خلافی کرده، نمیده تو خواب ندیدم که چه خلافی کرده. که وقتی اومد من بهش گفتم، خیلی خیلی متعجب شد. اصلا من میتونم که بهش فکر کنم، بس اینکه به ذهنم آروم باشه. وقتی که ذهنم آروم باشه خیلی به واقعیت نزدیک میشه. یا مثلا من یه دوستی داشتم که شهرستان زندگی میکرد، اطرافیانم هم کسی نمیشناختش، مثلا بهشم فکر نمیکردم، یعنی که اینطور نبود اطرافیانم بشناسنش و من باهاش مثلا در مورد صحبت کنم، این یادش تو ذهن من باشه. خواب دیدم یه روز که با پدرش دعوا شده. حالا بعد از چند روز با هم دیگه صحبت کردیم و اون خوابو که گفت بهش، گفتم تو با پدر دعوا شده؟ گفت آره. تو از کجا میدونی؟ گفتم که حقیقت اینطور بوده. یا مثلا در مورد یکی رابطه، من اول اوایل آشنایی با یه خانومی بود، یکم با هم نزدیک شده بودیم، یک دو ماه بود که با هم بودیم. من کلا هم آدم مثبت اندیشی هستم، یعنی که اینطوری که فکر کنم که طرف مثلا داره خیانت میکنه یا مثبت فکر میکنم. حالا اون خصوصیتم، حالا شاید مادرم اینطور بوده، منم اینطور شده. اصلا هیچ شکی مثلا بهش نداشتم. یه چند شب پشت سر هم یه خواب میدیدم که این با ایشون با یه آقاییه. من بهش میگم تو خواب اتفاقا سعی نمیکنم بر مبنای خوابم مثلا زندگیمو چیز کنم پیش برم، ولی واقعا گاهن خیلی منو انگولک میکنه. چند شب پشت سرم خواب میدم که این خانم با یه آقاییه. اتفاقا از قضا یک روز تلفنشون به من زنگ زد، حالا نمیدونم انگوشش خورده بود چی بود، خودش متوجه نبود که تلفنش به من زنگ خورد. بعد گوش کردم ببینم کجاست، داره چیکار میکنه، دیدم در حال خرید، انگار مثلا داشت مثلا نظر یک فیلم میخواست، یه آقای همراهش هست و هیچ پسری یا فامیلی نداشتن، فامیل آقایی نداشتن که اینجا باشه. برام تعجب شد. اتفاقا چند ساعت بعدش با هم قرار داشت، وقت وقتی ازش پرسیدم گفت با یکی از دوستای خانومم بودم و بعدا متوجه شدم که موازتم با یکی در ارتباطه که رابطه‌ام رو تموم کردم باش. یا یه چیز کم اهمیتی بگم، مثلا ما یه جا خدمت میکردیم، یه قسمت خیلی دوری که اصلا مربوط به ما نبود، یه شب مثلا خواب دیدم که یک قسمتی از نرده ها در اومده، اصلا چیز خیلی بی ربط و خیلی چیزی بود، خیلی اصلا کم اهمیتی بود. صبح که رفتیم به دوستم گفتم دیشب خوابیدم از این قسمت و این قسمت نرده ها رو کامل در آوردن. و وقتی ظهر برگشتیم دوستم هم من گفت و کلی دوتا هم متعجب شدیم. خیلی از این دست خوابا میبینم، یعنی تقریبا هر شب میبینم و تو اتفاق نیفته نمیفهمم، که نمیدونم که درست هست یا نه، بعد متأثر بمونم که درست هست. گاهن خواب اشتباهی میبینم. نه صبر کنید، باز شما بذارید، چون چهار دفعه یه لغت رو به کار بردید، مجبورم خدمتتونه. ما در زبان عربی نه ژ داریم نه پ داریم نه گاف، بنابراین 100% هیچ واژه‌ای در زبان فارسی اسمش باشه گاهن، یعنی یه گاه مدد گاهن. آخه گاهن تنوین عربی داره عزیز، ما تا نمیتونیم بگیم ناچارن، یعنی میخوام این هی شما میگید گاهن گاهن، یعنی بعضی از اوقات، برخی اوقات یا هر چی، چون چهار دفعه تکرارش کردید، فقط خواستم بگم این لغت، این کلمه نه در زبان فارسی نه معنایی داره، نه برای فارسی زبان نه برای عرب که گفتم چه و پ و ژ به قول معروف نداره، اون رو ازش رها کنید. عزیزم همه اینجوری هست، یعنی اینکه شما فکر کنید شمایید، اصلا هر کسی که خوابش یادش نه، من اصلا هم جدای نکردم، نه 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 نه، هر کس همه اینجوری هست، همه به دلیل اینکه آنچه که در زندگیشون اتفاق میفته. ببینید عزیز، من و شما یه مغزی داریم 80 تا 100 میلیارد سلول. این 80 تا 100 میلیارد سلول در آغاز نزدیک 3 تریلیون کانکشن داره. وقتی که ما به این دنیا میایم، متاسفانه پدر و مادر و محیط چون نمیتونن اونا رو برانگیخته کنن، ظرف 20 سال اول عمر بیش از نیمی از این کانکشن ها، یعنی 1.5 تریلیون کانکشن ها از بین میره و بنابراین آدما از 20 سالگی بعد که دیگه خوشبختانه بعد از اون تغییر پیدا نمیشه تا آخر عمرشون، با 1.5 تریلیون کانکشن دارن زندگی میکنن. حالا هر زمانی که من تمام توجه و تمرکزم رو روی موضوع راجبه یه چیز میذارم، فرض کنید خواب، اگر من در مغزم 1000 تا مطلب در مغزم دارم، 1000 تا موضوع در مغزم میدونم، حتی وقتی به شما وقت رو به اندازه کافی میذارم مثلا 30 دقیقه، هرگز 200 تاشم به ذهنم نمیاد، یعنی 800 تاش مونده. ولی این 800 تا بعدن باید، چون بهشون اجازه ورود ندادم، شب بیان سراغ من. حالا به هر صورت دیگه اصلا هیچ مرتبط نه به شماست نه به خواب نه به هیچ چیز دیگه. فرض کنید من یه فیلم می دیدم که راجب خواب بوده، حالا ای بسا
اون فیلم رو یا اون ستاره سینما رو، یا اگر با یه دوستی رفتم اون فیلم و سینما دیدم، یا اگر این سینما در تهران بوده، اصلا موضوع تهران مطرح میشه. علت این است که تمام این پدیده ها این کانکشن ها رو با هم داره. حالا شما چون خواباتون یادتون میمونه، خواب سبک داری یادتون میمونه، از 10,000 تا چیزایی که از این قبیل میبینید، 100 تاشو که فقط میشه 1% رو، که بعدا ظرف چند روز بعدش شبیه و مانند او رو میبینید، به نظرتون میاد که من اینا رو در خواب دیدم، و الا رو این کار کاملا تحقیق شده. حتی 10,000 خواب رو حساب شده تو کامپیوترهایی که مال دانشگاه شیکاگو بود ریختن که بتونن تجزیه و تحلیل کنن. 5 تا تئوری مربوط به تفسیر و تعبیر خواب از زمان فروید و یونگ گرفته تا بعد رو همه دیدن قسمتی از واقعیت حقیقت میگن، اما مطلقا هیچ ارتباطی به این که من و شما از آینده خبر داشته باشیم نداره. مطلقا معلوم خواب دم صبح که اتفاقا شما گفتید حالاتش هم اشاره داشتید براتون میمونه، خواب آخر طولانی ترین خوابه، 25 دقیقه است به طور متوسط. این 25 دقیقه مربوط به همه چیزهای مربوط به آینده است که به نوعی در ذهن من و شماست. یعنی فرض بفرمایید شما در خصوص این خانم، شما با یه خانومی آشنا شدید، همیشه این احتمال است که این خانم با کی بوده، با کی باشه، با من باشه، نباشه. امروز تلفنش کردم، جواب داد بلافاصله، شاید خاص رفع شبهه کنه، جواب نداد، شاید با کسی بوده. برای که روزی که ذهن آزاده حتی یه چیز مثبت رو منفی و منفی رو مثبت ببینه، برای خودش تجزیه و تحلیل هایی داره و ذهن شما رو قبلا دیدم داره. شما یادتون باشه بچه آخرین، شما اصلا تخصصتون در این آشفتگی و به هم ریختگیه. بنابراین تمام مدت به دنبال معنیدار کردن زندگی به نوعی میگردید و اونی که بهتون آرامش میده، بلکه باز فرزند آخرین. اصلا انسان یه موجودی است که میخواد بدونه، همه چیز رو میدونه. به همین جهت که برخی از وقت خیلی کار ساده کرده، همه چیز به اراده خداست، تقدیر الهیه، هر چی او بخواد. او ناظر هست به اعمال ما، او حتی کارما وجود داره. اگر یک کس اینجا بدی کردی، یه طبیعتی است که اصلا با این بیرحمی و بیشرمی در حرکت میکنه، ولی این مواظب 3 ماه دیگه، 3 سال دیگه، ای بس، و از بچه من انتقام این خطای من رو میگیره. یعنی اصلا قصه برای انسان رو میشناسیم عزیز. آنچه که شما دارید بیان میکنید هیچ معنایی نداره که شما فکر بکنید به نوعی خبر دارید. یه مورد خواب که تازه هنوز در حدی که من این اواخر ندیدم، نمیدونم، حتما روش کار شده، شما خواب ببینید که عینش اتفاق بیفته. یعنی چی؟ شما تشبه یک کلاس 300 نفره، ولی یه دفعه متوجه بشید که این رو چند شب قبل خواب دیدید، همه اون 300 نفر با همون لباس ها، با همون آرایش ها، سر اون جا نشستن، کسانی که برای اولین بار میرید توی کلاس 300 نفره، این اونم حالا تازه مطالعات نشون میده اونم میتونه یه موضوع باشه. و موضوع چیه؟ من وارد یه اتاقی میشم یا وارد یه مهمونی میشم، به نظرم میاد من قبلا اینجا بودم. علتش اینه که در یک ثانیه 18 تا عکس مغز من میگیره، یعنی ظرف ثانیه اول 18 تا عکس میگیره، چون به صورت عکس ما کار میکنیم، دوربین فیلم برداری که نیست، این همون چیزی است که جلو پروژکتور اتفاق میفته، سرعتش به نظر میاد در حال حرکت. فیلم ها رو که نگاه کنیم مقدار عکسه، عکس اول میفرسته میگه موضوع چیه. درست مثل اینکه فرض کنید من شما رو یه دفعه دیدم 1 ماه قبل، الان تو خیابون یه دفعه شما رو میبینم، بلافاصله عکس شما رو میفرستم. اگر یاد این باشم که در اثر اون گفتگوی قبلی یه تصویری از شما مشخص داشته باشم، انرژی روانی بهش مرتبط باشه، یادم میاد این آقا رو من 1 ماه قبل تو اون مهمونی دیدم. ولی اگر نه، میگم نه آشنا میاد ولی نمیدونم کجا دیدم. عکس دوم و سوم میاد، هی مثل انگوش نگاری شروع میکنه حساب کردن، بعد میگه آه آه، بعد از فرض کنید 5 ثانیه یا 10 ثانیه یا نزدیکتر که بشم، یه دفعه یادم میاد که شما رو کجا دیدم، از لبخندتون که شبیه لبخندی است که وقتی ما هم دیگر رو دیدیم شما زدید. بنابراین امروز بسیاری از آدم ها هستن که حتی با یه دارو درست میشن، وقتی وارد جایی میشن به نظرشون آشنا میاد. اتفاقات حتی میتونه دقیقاً بگن این من همینجوری دیدمش، اصلا یه جایی که هیچ وقت نبودن. گفتم وارد یه کلاسی برای روز اول میشید که 300 تا هم فرض کنید دانش آموز یا دانشجو اونجاست، شما هم استاد میرید بالا، از اون بالا نگاه میکنید میبینید اینجا رو بودید. مطالعات نشون میده این عکساست. یعنی ما این عکسا رو
چون من شما رو که دیدم گشتم تو حافظم، الان که شما رو میبینم عکس شما رو میگیرم میسنم به حافظه، میگه بله این آقا رو میشناسیم، ماه قبل دیدیم. من الان وقتی وارد یک کلاس میشم عکس رو میگیرم میفرستم، اما عکس اول بدون اینکه مراحلش رو طی کنه با سرعت میره میشینه به عنوان حافظه، یعنی اون ته میگیره میشینه. عکس دوم که اون میگه من اینجا رو میدونم، بلکه من اینجا رو دیدم، من وارد این کلاس که شدم هرگز وارد این کلاس نشدم، هرگز این دانشجو رو ندیدم، اما الان یادم افتاد پس خواب دیدم، چون دقیقا میدونم کجا دارم میرم. روی این کار کردن و جوابا رو در آوردن که 100% چنینه. و گفتم اصلا دارویی که شما به یه نفر میدن دیگه از این بعد از این خوابا که بگه من پیش بینی میکنم آینده رو نمیبینی. شما هیچ چیز پیش بینی نمیکنید عزیز، شما هر کدوم صبر کنید عزیزم. هر کدوم از اون ماجراها رو توضیح بدید کاملا میشه به ذهنیت شما مرتبطش کرد، یعنی هیچ کدام از سر غیر عادی بودن نیست. یعنی درست است که شما اصلا روش چون اصرار داشتید فکر کنید، اصلا شما قرار نیست فکر بکنید، شما ممکن الان خواب ببینید این خواب مال 25 سال قبل باشه که هیچی در ذهن شما نیست. رؤیاهای من و شما هیچ تعبیری برای گرفتن خبر از آینده نداره، برای که ما در جهانی هستیم که جز در بحث خیلی عجیب و غریب کوانتوم فیزیک مربوط به مسئله زمان آینده اصلا وجود نداره، اتفاق نیفته که کسی ازش خبر داشته باشه. اینکه شما فرض کنید دوستتون با باباش دعوا شده، همه بچه ها احتمال داره با پدر و مادر اختلاف پیدا کنن یا دعوا کنن. ای بسا 50 دفعه دیگه هم شما اینو تو خوابا دیدید، هم یادتون رفته، هم بعدا در عمل کسی رو ندیدید که بهش بگید تو بابا دعوا کردی یا نه. بعدم شما برمیگردید از فرض کنید 10 سال عمرتون، 100 تا از این حادثه ها رو مطرح میکنید که میشه تا ماهی یکی، ولی اینا رو متوجه نیستید که شما در یک شب یه چیزی این نزدیک به 500 تا خواب مختلف متفاوت میبینید. آدم ها اگر چون میدونیم چی کار میشه کرد خواباشون یادشون باشه، تا میزان 700 صفحه به راحتی میتونن درباره خواب یه شبشون بنویسن. یعنی ما رو راه نمی‌کنه، تازه تمام مدت که ما خواب نمی‌بینیم، ما وقتی می‌خوابیم 90 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد، 8 دقیقه بعد، 11 12 دقیقه بعد، حدود 15 تا 18 دقیقه آخری هم 25 دقیقه خواب می‌بینیم اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم که شما گفتید حدود 8 ساعت می‌خوابید. بنابراین می‌خوام بگم ابداً هیچ ارتباط نداره که شما از خبر از جایی داشته باشید، اطلاعاتی داشته باشید، فرقی بکنه، فایده‌ای داشته باشه. برای شما همینقدر که فرض کنید با یه خانمی آشنا می‌شید، همینقدر که بهش میگید که الان کسی تو زندگیت هست یا نیست، تمام سیستم هوشی و عقلی شما میگه یه جوابی میده، شاید درست باشه، شاید نباشه، شاید چیزی رو راست میگه، شاید چیزی رو پنهان میکنه، یا اصلا به شما حق نمیده که در این باره ازش سوال بکنید. اصلا ممکنه اگه جوابی هم میده از لج شما باشه، بلکه حرص شما رو میخواد در بیاره، میخواد از شرتون خلاص بشه. یعنی شما یه حرفی که میزنید به یه خانم، چون الان بحث از اونجا هم شروع شد، جوابی که به شما میدن 500 جور میشه تعبیر کرد، و شما دلتون میخواد اینو به مسئله خواباتون مرتبط بکنید. و همه آدما، باز جمله رو تکرار میکنم، همه آدما اگر قرار باشه از گروهی باشن که خواب سبکی داشته باشن و صبح خوابشون یادشون باشه، از شما رو به من بگید که تو ظرف یک ماه گذشته چقدر خواب دیدی، میگم فکر میکنم تو یک ماه گذشته حتی 5 دقیقه 10 دقیقه خوابم یادم نیست، چون اولا خواب من عمیقه، بنابراین من از 20 روز که بیدار میشم 19 روزش مطلقا خوابی یا رویایی ندیدم مطلقا. ولی اگر یه آدمی باشم که در یه شرایط خاصی باشم و یا استراب و استرس و مسائل دیگری یا نگرانی هایی باشه، بدون تردید و من خوابم سبک بشه، من صبح که بلند میشم 70 تا خواب دیدم، یا ای بسا فکر کنم همینجوری هی داشتم خواب این خواب رو دیدم بعد اون خواب دیدم بعد اون خواب دیدم، یا تا خوابم میتونه کاملا طولانی باشه. بنابراین شما اگه دلتون میخواد بیشتر در این باره بدونید، برید سراغ دانشگاه استنفورد، برای که الان استنفورد مرکز اصلی و اساسی مطالعه مربوط به خواب یا رویا یا کابوسه، یعنی بیش از هر جای دیگه، و توی زمینه انتشاراتی دارن. گفتم من اخیراً به دلایلی فرصت یه نگاه کردن رو ندارم، ولی آنچه که شما به من میفرمایید اصلا برای من غیر عادی نیست، ابدا درش معنایی نداره. هیچ کس به هیچ دلیلی از آینده به شما پیامی نمیده که هفته دیگه یا 3 روز دیگه یا 2 روز دیگه چه اتفاق میفته، یا رازی یا یه چیز پنهانی از این طریق نمیره. گفتم تازه مواردی هست
من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اون نمونه ای که گفتم آدم ها وارد میشن و پیام ها داده میشه، هست سه چهار تا مورد دیگه هم هست که میتونه توی این دلایل خاص به نظر این چنین بیاد یا ما ازش باخبر باشیم، ولی علتش در حقیقت فعالیت مغز ما و سلولای مغزی ما و ترکیب خبر و اطلاعاتی است که اونا دارند و بازگو کننده برخی از موضوع هستند و خیلی از این تصورات و تخیلات و به هر حال آنچه که کنجکاوی های ما ای بس و بیش از 20% به حقیقت میپیونده و شما بیش از اون ندارید، برای که شما اون مواردی که خواب دیدید و در اتفاق نیفتاده اونا رو کاملا حس میکنید، اصلا کسی به دنبالش نمیره، خیلی هم روشن و طبیعی است، درست مثل یه کاراگاهی که میخواد یه جنایتی رو کشف کنه، از 100 تا اطلاعی که میگیره 95 تاش اصلا به موضوع مرتبط نیست، یکیش جلب توجهش رو میکنه و بر مبنای اون یکی است که مسئله رو پیدا میکنه و شما یه همچین ذهنی دارید که دلتون میخواد اینو معنی دار کنید، فرزند آخرید، باورتون به اینه که من اگر بتونم بدونم و بفهمم میتونم بر اوضاع تا حدودی مسلط بشم و این سبب میشه که دنبال یه مفهوم معنیدار بریم، بگذاریم از این که در فرهنگ ما درباره خواب و تعبیر خواب و نمیدونم فلانی خواب دید و اینجوری شد و اونجوری شد و بعدم اینا رو مرتبط کردن برخی از اوقات به جاهای یا مقاماتی که به هر حال از نظر ما باورها و اعتقادات اونه، همه اینا دست به دست هم میده و یه چنین تصوری به وجود بیاره که ما اگر یه خوابی میبینیم در حقیقت آینده رو یه جوری دیدیم یا از یک موضوع پنهانی خبر شدیم. البته در این حال هم برخی از اوقات ما از موضوعی پنهان خبر میشیم. دانشمندانی بودند که ای بسا 3 ماه، 6 ماه، 1 سال روی موضوع کار میکردند و یه دفعه در خواب جرقه ای زده بر اساس همون اطلاعات و یه دفعه کشفی رو متوجه شدن. حتی بعضی از اینا که در تاریخ آمده همیشه چون این حال رو داشتن، قلم و کاغذ که نه، ولی حتی کنار دستشون رو دیوار چون وسط خواب و بیداری بوده می نوشتن مثل فرمولی که پیدا کردن یا جوابی که پیدا کردن. بنابراین خاطر آسوده کنید و همین قدر هم که به خودتون اگر دلتون خواست بفرمایید که اینا آدیس مال همه است و معنایی نداره و قول به شما میدم که 2 سال بعد اگر خودتون با خودتون گفتگو کنید میبینید عجب دیگه مثل اطلاعات مربوط به آینده یا اطلاعات پنهان کسی به ذهن من همین گونه نمیاد. به هر حال آقای دکتر من فقط این اضافه کنم، اصلا من همچین ادعایی نمیخواستم بکنم. شما 100% دارید عزیز، عزیز من، عجیبه ها. من مثل اینکه من برگردم بگم من که برگشتم میگم فارسی بلدم. من اصلا هدفم این نبود که بگم من دارای یک، از گفتن این موضوع طرح موضوع این که من دارای یک چیز خاصی هستم، نه فرصت نشد که قسمت بعدیشو بگم، چون مهم اون نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. گاهن من خوابایی میبینم که اتفاق میفته، حالا شما توضیح دادید من فقط متوجه شدم، حتما میرم اون مطلبی هم که فرمودین بعد اینکه گوش دادم میرم سرچ میکنم بیشتر دربارش بدونم. مشکل اونجاست که یه سری اتفاق نمیفته. مثلا من خواب میبینم که تصادف کردم، حالا یا مشکله یا مشکل نیست، خواب میبینم تصادف کردم، یا خواب میبینم یکی از اعضای خانواده‌ام فوت کرده. اونجا یکمی منو که از صبح از خواب بیدار میشم یکمی ذهن منو قلقلق میده، یکمی شاید یکمی استرس کوچیک بهم بده، مثلا بخصوصا بعضی وقتا که خواب میبینم تصادف کردم. منظورم هدف نهایی این بود که بگم که با این چطور برخورد کنم با این. ببینید عزیز، بذارید امیدوارم با این حرفم کسی رو اذیت نکنم. شما الان به من بفرمایید که یک کسی بی دلیل تو رو نفرین کرده، یعنی من بدونی که خطا و اشتباهی کرده باشم که آگاه باشم و به عمد باشه من رو نفرین کرده، مثلا تکم هم نمیگذره، چون اصلا باور به این ندارم که یه بارگاه الهی یا خدا یا طبیعت حتی هر چیز پاید اسمش رو بگذارید اونجا نشسته، یک کسی که حرف غلط بدی میزنه رو به خاطر اینکه مثلا دلش سوخته که به من هیچ ارتباطی نداره ولی منو نفرین میکنه به من مجازاتی رو برسونه. یعنی میخوام به شما بگم اصلا اهمیت نمیدم. روزی که شما اومدید برای خوابتون معنی قائل شدین مسئله است. من کی گفتم شما مدعی هستید؟ ابدا. همینقدر که شما فکر بکنید. ببینید عزیز، 2 تا احتمال که بیشتر نیست. بذارید یه ذره برگردیم به عقب. اصلا چرا انسان به مسئله عالم قبل و بعد رسید؟
به خاطر خواب بود. اصلا چرا انسان به اینجا رسید که شاید همه چیز یک توهمه، برای که ما خواب میبینیم واقعیه، بیدار میشیم این همه دروغ. اصلا مفهومی که در خاورمیانه پیدا شد، نبی یعنی چی؟ نبی یا نبو یعنی بیننده رویا. و اصلا این با انبیای بنی اسرائیل آغاز میشه، یعنی 47 نبی بنی اسرائیل، اشعیای نبی، آموس نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی، و حتی برخی از اینام کتاب دارن. و اصلا بیننده رویا بود، انبیا یعنی بینندگان رویا. به همین جاست که در محیط ما مسئله رسول و فرستاده مطرح میشه. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای خواب همیشه مهم بوده و در نتیجه انسان فکر میکرده اونجا یک کلیدیه. این حرف درسته، ولی کلید باز کردن شخصیت شماست. به علاوه اتفاقی که نیفتاده، شما در جهانی هستید که رابطه علت و معلول، شما ابتدا یه نیروی به یه شیئی جسمی وارد میکنید، حرکت میکنه. جسم که اول حرکت نمیکنه، بعد پشت سر شما نیرو راه کنید. آخه یه رابطه علت و معلولی است، حادثه ای که فرض کنید من شما رو توی لباس ببینم. این لباس اگر لباسی است که اصلا هنوز پنبهش رو نبردن، هنوز رنگش نکردن، هنوز تبدیل به یه لباسی نشده که شما برید بخرید بپوشید، اصلا وجود نداره که من ببینم. به همین جهت است که اصلا این توهم و تصور، یا گفتم بحث استثنایی زمان رو نمیخوام بکنم، معنا نداره بر اساس اصل علیت که اساس علمه. بنابراین من هیچ وقت خبری ندارم. پس چی میتونه باشه؟ ذهنی که من دارم که میتونه ترانه بسازه، آهنگ بسازه، مطلب بنویسه، داستان بنویسه. بعضی ها اصلا در این زمینه مثل فرض کن ارنست همینگوی، من اصلا به حیرت با میدارن یه ذهنی بتونه موضوع اینجوری به هم برسونه. خب در اینا رو سر هم میکنه. بعدم عرض کردم خدمتتون شامل هم هست، من خودم اگر برخی از اوقات خوابم باشه به راحتی تعبیرش میکنم، ولی کاملا میفهمم به چی مرتبطه. برای که تعبیر خواب مربوطه به یه موضوعی در زندگی من که معمولا میتونه مال خیلی قبل باشه، اما ابزار امروز رو داره. حتی میدونیم خواب اول ما برمیگره به حوادث امروز، حتی خواب دوم ما هم همینطور به امروز یا همین اطراف، ولی خواب سوم و چهارم میتونه بره 60 سال قبل. یعنی موضوع اصلا به 60 سال قبل مرتبطه. بعدم ما انواع دیگر خواب داریم که مثلا برخی از آدما یه خوابی رو همین گونه میبینن. من خودم داشتم، بعد از شاید 20 سال تونستم حلش کنم و بعد از اینکه اون حادثه یادم اومد اون خواب رفت. برخی از وقت تم خواب یه چیزیه. من یه آدمی که مضطربم و فکر کنم کنترل رو تو زندگیم ندارم، خیلی فراوون خواب میبینم که پشت فرمون نشستم، میخوام ترمز بگیرم ماشین نمیسته، میخوام بپیچم فرمون نمیپیچه. مخصوصا دارم چون بیشتر نگران یا دنده عقب دارم میرم، هر چی پا رو فشار میدم رو ترمز که ماشین عقب عقب نره، معلوم نیست منو به کجا میندازه. هیچ وقت نمیتونم ماشین رو متوقف کنم. هیچ وقت هم اتفاقی حتی تو خواب نمیفته که مثلا من از اون بالا بیفتم و بمیرم، ولی نشون دهنده این است که من وقتی که کنترلمو از دست میدم به اون صورت نگاه میکنم. در مورد برخی از جوامع هستن که اومدن این حرفای زدن، مثلا در فرهنگ ما این که دندونت بیفته یکی از عزیزانت میمیره. خب معلومه تو کشوری مانند ایران من از این که دلم بخواد یا دلم نخواد یا فکر بکنم یا مریضی کسی خبر داشته باشم یا تو از سلامتیش خبر داشته باشم، حتی خوشحال باشم که سالمه، ممکنه به مرگش فکر کنم. برای که انسان با تضادها زندگی میکنه. یعنی من اگر رفتم دم پدرم فرض کنید سالمه، مادرم سالمه، رفتن آزمایش چکاپ کردن چی سالمه، هیچ معناش این نیست که شب خواب مرگشون رو نبینم. برای که سلامتی و مرگه، وقتی سلامتی میاد مرگ به دنبالش میاد. یعنی اینا اون بسا جمع ازداده که اصلا شناخت رو ممکن کرده. بنابراین من یه خوابی در خصوص فرض کنید بیماری یا مرگ عزیزانم میبینم، ولی مرتبط به اون موضوع. مغز من و شما دائما داره این کار رو میکنه. یعنی من و شما در روز شبانه روز این کار داریم کنیم، شب بر اساس یه قواعد دیگری حرکت میکنه که میشناسیمش. یعنی اینا چیزایی ناشناخته ای نیست، برای که رو این کار علمی شده و همونطور که خدمتتون عرض کردم مطلقا هیچ علامتی و نشانه از تعبیرات و کارهای بسیار سنگین و عمیق علمی حتی به روی مغز نشون نده که ما هیچ ارتباطی با آینده داریم. یعنی اصلا اتفاقی که نیفتاده اصلا معنا نداره. فرض کنید گنجشکی که هنوز از توق در نمیاده که بپره، من چجوری یه هفته قبل یا یه ماه قبل تو خواب دیدمش؟ اصلا وجود نداره، چیزی که نیسته. ولی ما برای این کار آماده ایم عزیز. یعنی مخصوصا شما نگاه کنید به جایگاهتون تو خانواده، برای که این چیزها مربوط به کودکی است. شما من بگید چرا 90% خوابا
یا 85 تا 90% بد و منفیه، برای که همش مربوط به 8 سال اول زندگیه، برای که 8 سال اول زندگی است که بده. من عرض کردم بارها 17 هزار نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کردم، از این 17 هزار نفر اقلا 10 هزار تاش گریه کرد. اصلا فقط برگشتیم به کودکی، هیچ جایی هم نرفتیم، رفتیم خونمون، رفتیم خونه ای که در 5 6 سال اول کودکی بودیم. من بری تو یک دونه خوشحال ندیدم. دو سه نفری بودن در طول این کنفرانس ها که مثلا از بالا که نگاه کردم لبخند زدم، بعد پرسیدم همه اینا خنده های عصبی بوده. یعنی مطلقا کودکی شادی ما نداریم. چرا 90% خواب بد و منفی هن؟ چرا خواب بار بد و منفی دارن؟ نه اینکه تماما، یعنی اینها رو میشناسیم عزیز. و بنابراین اینکه شما مدعی چیزی نبودید، اصلا همچی حرفی هم نزدید، براتون یه پرسش بود که چرا این گونه است. منم عرضم این است که برای همه این گونه است، همینقدر که خواب یادتون بیاد این گونه است. تمام این علائم و سر نخواب به این صورت خودشو نشون میده، بعد با تفسیر و تعبیر ما به این صورت در میاد که پس مرتبط به این موضوعه. و بعدم تمام اون مواردی که نمیشه، تمام اون مواردی که نمیشه رو ما اصلا به سیستم نمیاره به ذهن، برای که اونا دلیل نداره که اصلا مطرح بشه. عرض کردم کاراگاهی که 100 تا اطلاع رو میگیره 95 تاش اصلا میرزه دور، ولی با یکیش کار داره، برای که اون سر نخ رو بهش نشون میده که احتمالا قاتل کی میتونه باشه به خاطر یک موضوع، و اونو تعقیب میکنه. بنابراین اگر شما خودتون رو به اینجا برسونید، اگر خواستید که اینا هیچ معنایی نداره، خودتون بعد از این مدت دو چیز رو میبینید، نه از این خوابا اونقدر میبینید، نه دنبال تفسیر و تعبیرش هستید، نه برای شما یه حالت پرسشی رو مطرح میکنه که چیه. اما شما در جمله آخر به من بگید خواب یه پدیده بسیار رویا، یعنی پیچیده عجیب و غریب غیرعادی است، میگم حتما حتما چنینه. یعنی به من بگید مهمترین موضوع چه هست، میگم رویاهای ما. و به همین دلیل که عرض کردم من اگر یک کسی رو بخوام از شخصیتش خبر داشته باشم و اطلاعاتی رو گرفته باشم، اگر آمد اون موقع که من تو دفتر من گفت مثلا دیشب یه خواب دیدم، گفتم خوابتو بگو، برای که خواب کلید باز کردن شخصیت بود. و در شما هم دیدم، یعنی شما با توجه چرا اون اصرار رو داشتم که درباره رابطه یا ازدواج حرف بزنی، و چرا پرسیدم که چی خوندید، چه مدتی است فرض کنید در کانادا هستید، فرزند چندم هستید، برای که همه اونا تو این مجموعه خودشو نشون میده که چگونه من مخصوصا به عنوان فرزند آخر باهوش درگیر معنیدار کردن زندگی هستم. حتی بارها عرض کردم ما کار معنیدار کردن زندگیمون تا اونجاست که اگر به ما بگن دو تا در وجود داره، یه در ما رو میاره بهش، میگن برید یه سال بهش رو تجربه کنید، یه در کنفرانس و سخنرانی درباره بهشت، بسیار از ما میریم تو صف سخنرانی، برای که فقط میخوایم بدونیم، برای که میخوایم بفهمیم. پشتش ما کاری نداریم. اینو تو بچه‌ها میبینیم که تو دل عروسکشون میخوان ببینن چیه، میخوان ببینن از بابازی اگر شکست چجوری میشکنه و حالا چجوری کار میکنه. یعنی این زمینه در انسان هست. بنابراین موضوع رو شما اگر همین گونه بگیرید که این رویاهای منه و یه کوششی بکنید برای اینکه خوابتون سنگین بشه، شما اولا متوجه میشید که اونقدر خواب نمیبینید، نه اینکه نمیبینید، همه ای ما هر شب خواب میبینیم، حتما 5 دفعه اگر 7 ساعت و نیم 8 ساعت میخوابیم و در مجموع بیش از نزدیک 1 ساعت و خورده خواب میبینیم. این خواب ضروریه، برای که مثل عمل دفعه، مثل رفتن دستشویی ماست که اضافه رو بیرون میریزه، جنبه جبرانی داره، جنبه انتقامی داره، جنبه امیدواری داره، اصلا اونها رو همه و همه عرض کردم میشناسیم. و به همین جد است اینکه فکر کنیم ما خبری میگیریم از یه چیزی که پنهانه یا خبری میگیریم مربوط به آینده، نه اون مطلب برحال. ممنونم آقای دکتر. فقط منبعی شما میتونید به من معرفی کنید که بخونم بیشتر بدونم؟ ببینید یه کتابی که خیلی خیلی قدیم نوشته شده ولی اتفاقا مقدمه خوبی هست، The Forgotten Language، زبان از یاد رفته، مال اریک فرام. این کتاب خیلی قدیم، مال 50 60 سال قبله، ولی مقدمه موضوع رو درست آورده فرام، مثل خیلی از حرفای دیگه، یا Art of Loving، یعنی هنر عشق ورزیدنش، یا Escape from Freedom، گریز از آزادی. این مرد در نوع خودش بی نظیره، یعنی اصلا مرتبه روانشناسی رو از یه پایه علمی مبهم آورد به صحنه اجتماعی. ولی بیشترش رو چرا خدمتون عرض کردم، من هم به دلیل مشکلی که برای خواندن و مواردی از این قبیل دارم و حجم کارم اخیراً به دنبالش نبودم، ولی شما اگر
مراجعه کنید، گفتم به دانشگاه استنفورد قسمت روانشناسیش استنفورد بحث هم بنویسید. خواب و تعبیر خواب و اینها، میتونن به شما اطلاعاتی بدن، و چون مرکز اصلی الان روی اون مطالعه است، میدونم اون رو، و کتابایی هم در این زمینه است. شاید فرید پسر من او بدونه، برای که اگر از او بپرسید، حتی من باهاش هم صحبت خواهم کرد که هر چه زودتر یکی از این کتابایی که چون هر میشه معرفی میکنه رو بذاره برای چیزی که مربوط به تعبیر خوابه. و امروز به یک اعتبار ما تعبیر علمی خواب رو داریم، همونطور که ای بسا بیش از 100 سال داریم، تعبیر علمی، نه تعبیر در حقیقت پراکنده خالی بیمعنی در حقیقت مردم عادی رو، همونطور که نگاه و نظرمون راجع به قلبمونه یا مغزمونه که چه ارتباطی با واقعیت قلب و مغز ما نداره. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنونم آقای دو، امیدوارم به زودی در شهرمون ببینمت. من امیدوارم هر چه زودتر خدمت دوستان در کانادا، چه در ونکوور، چه در تورنتو و چه در مونترال که بسیار از اوقات در گذشته آمدم، دیداری با دوستان داشته باشم. خدا من خیلی از شما ممنونم. شما خیلی به من کمک کردین توی این مسیر زندگی که دارم میرم، نگاهم عوض کنم و عیبای خودم رو بهتر پیدا کنم. پس یه کاری دیگه هم بکنید. یه کار دیگه هم بکنید. هر چه زودتر شوهر کنید ما رو هم خلاص کنید. ان شاء الله بتونم. من حالا می‌خواستم یه با صحبتم با یه شوخی آقا شروع کنم. من تصمیم داشتم از شما اجازه بگیرم اسم رستم رو تو شاهنامه عوض کنم، بذارم فرهنگ. ببینید من نگفتم فارسی شما خرابه. نه شما حال تو خوب نیست. همون بهتره برید خواباتو ببینید مرد. من بی خود نبود، برای آرزوی شوهر داشتم. یه مردی باید بیاد حساب تو رو برسه. شما بتونی آخه من نگاه کردم دیدم بابا رستم فقط تو میدون جنگ چیز می‌کرده. میدون بله. جنگ کسی زرد فنی می‌کرد. شما از اون لس آنجلس تشریف دارید، از اونجا منو زرد فنی می‌کنید اینجا تو این شهر. ببینید ببینید زیاد منو زرد فنی می‌کنید. ببینید انقدر پسر خوبی نباشید که زود شوهر پیدا کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. از من پاینده سلامت و همیشه فرزنده باشید و من از اون ما همه جامعه ایرانی هستیم یاد بگیریم. خیلی خوشحالم، خیلی افتخار دادیم به من آقای دکتر. لطف دارید عزیز دل، ممنونم از شرکتتون در برنامه. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. آقای دکتر من دو تا سوال میخواستم ازتون بپرسم، مگر که اولی رو شروع میکنم اگر وقت شد دومی رو میپرسم. سوال اولم راجع به مهاجرت. من راستش از شرق آمریکا تماس میگیرم برای تحصیل. نزدیک 11 سال پیش اومدم آمریکا و توی همین شهری که اومدم موندم و کار پیدا کردم و الانم با همون شرکتی که شروع به کار کردم هستم. نصب کنید ولی... اولا چند سالتون عزیز؟ این خیلی مهمه. من 36 سالمه. خب شما 25 سالگی که آمدید در ایران چی خونده بودید که آمدید؟ من یکی از رشته‌های مهندسی رو خوندم و بعد اومدم اینجا. از یه دانشگاه خوب، متوسط یا نه خوب؟ نه خیلی خوب. خب بعدم آمدید اینجا، چرا درس رو پس نخونید؟ شما که به نیت خوندن درس آمده بودید. نه خوندم، دکترامو تموم کردم. ها خب پس بگید خب خلاص حالا درست شد. بعدم که اومدید تنها اومدید یا با اعضای خانواده؟ نه تنها اومدم. اوکی عزیز، شما فرزند چندم هستی؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ من دو تا خواهریم، فرزند اول هستم و اون خواهرم اروپا زندگی میکنه. اوکی بسیار خوب. پس شما 11 سال قبل آمدید اینجا، دکتراتون رو گرفتید و دارید کار میکنید. بسیار خوب. بحب. خب حالا چه خبر است؟ الان حالا وضعیت؟ من فیلم یه بار دیگه هم با اتون تماس کردم، صحبت کردم. من تو این مدت ایران با یه آقای آشنا شدم و بعد اومدم اینجا، بعد ایشون اومدن اینجا، ازدواج کردیم و من تازگی ها نه سب کنید سب کنید سب سالاشو میخوام. شما چند ساله بودید ازدواج کردید؟ من 27 ساله بودم ازدواج کردید. یعنی 9 سال قبل ازدواج کردید؟ بعد. و ایشون الان چند سالشونه؟ الان امسال باید بشه 40 سالشون. خب ایشون تحصیلات و اینهاش چه بود؟ ایشون پزشک به ایران پزشک بودن، یعنی پزشکی عمومیشون رو گرفتن، اومدن اینجا که امتحانا رو دادن و اینا.
و کار الان هم به عنوان پزشک کار میکنن؟ نه نتونستن اصلا رزیدنسی مچ بشن. شما که در 27 سالگی ازدواج کردید چند سال بعد جدا شدید؟ من 1 سال جدا شدم، 2019 جدا شدم. یعنی 8 سال تو اون ازدواج بودید؟ بله یا 7-8 سال؟ ازدواج کردم. فرزندی از اون ازدواج دارید؟ نه اصلا به خاطر همین جدا شدم، چون میخواستم بچه دارشم و همسرم مثلا هیچ وقت تصمیم نمیتونست بگیره که چی میخواد از زندگی و من احساس کردم وقتم داره تلف میشه که بعدش یه عالم چیزای دیگه رو شد. اوکی، بنابراین پس بنابراین فکر کنید طلاق شما نهایی است و تمام شده و رفته، درسته؟ بله بله بله. خب دیگه برمیگرده. حالا چه خبر است از 1900، یعنی از 1-2 سال قبل که جدا شدید تا به حال، اگر در چارچوب رابطه و ازدواج، اگرم راجع به موضوع دیگری است میتونیم بریم راجع بهش صحبت کنیم. نه راجب خودمه. من خب تو این مدت خیلی کشمکش هم با خودم داشتم، هم خب بالاخره مثلا ایشون قبول نمیتونستم بکنن که مثلا اصلا ما مشکلی داریم یا مثلا حل میشه، به من فرصت بده من درست میکنم، و من هرچی بیشتر گذشت دیدم که هیچی قرار نیست درست بشه و اینا. دیگه به جای رسید که الان واقعا تصمیمم نهاییه و مثلا کارهای قانونی شو اینا هم کردم و خیلی از نظر روحی من خیلی بالا پایین میشم و استراب میگیرم و اصلا جوری شده که من از این شهری که هستم بدم میاد، اصلا میخوام از این شهر برم. آخه استراب یا پایین و بالا رفتن یعنی چی؟ آخه بی دلیل یا یعنی؟ چون برخی از وقت ببینیم ما پایین و بالا میریم، یکی به خاطر بیرون، یه اتفاقی بیرون میافته برمیانگیزه ما رو. یه زمان است که نه، مثل آدمی که بیرون نمیره ولی مثلا بعد از چند ساعت گرسنه میشه، تشنه میشه، یه تغییرات داخلیه. شما فکر کنین عوامل خارجی بیشتر موجبش هستن یا نه این حالاتی است که در شماست، یه روز صبح بلند میشید این گونه یا آن گونه هستید؟ نه مثلا من آخه خیلی آدمی هستم که پلان میکنم برای زندگی، مثلا یه سری چیزا رو دوست دارم که مثلا برای زندگی داشته باشم و اینا، و یکی از چیزایی که برای من خیلی مهم بود خانواده داشتن و مثلا فرزند داشتن و ایناست که خب نشد دیگه. یعنی جنگ و دعواهای منم به خاطر همین بود تا اینجا. و وقتی که مثلا بالاخره دوستان همسن من اینا همشون توی شرایطی هستن که فرزند دارن، نه اونو میدونم، ولی سب کنید. نه وارد اون بحث مقایسه نشید، معنی نداره. من فقط تنها اعتراضی که میتونم بهتون بکنم این است که چرا در یه رابطه ای که قرار بود 8 سال موندید، مثلا بعد از 4 سال شده باشید. اشتباه کردم، فکر میکردم درست میشه. اوکی، حالا اون که گذشته خب الان هم دیگه نشه، ولی الان شما اگر به من بگید اولویت من، پرایوریتی که من الان با تو زندگیم باشه یافتن یه همسر، شما که میخواید خانواده تشکیل بدید، بچه دار بشید، با توجه به سنتون، شما که نمیتونید وقت تلف کنید یا برید سراغ آدمی که تا حدودی میدونید مناسب نیست، شما باید یه آدمی که حداقل در آغاز به نظر مناسب میرسه رو پیدا کنید، با یه شدتی هفته 2-3 روز هم مثلا همدیگر رو ببینید و هر روز هم با هم صحبت کنید که مثلا ظرف 3 ماه تا 6 ماه یه مقداری بدونید مناسبه یا نه، اگر هست که ادامه بدید، اگر نه که تمومش کنید. خب شما الان راه دیگری غیر از این این منو میرسونه به حالا بذار این قسمت رو بگم، میرسونه به سوال بعدیم. در اصل من به خاطر اینکه فکر کمتر بکنم یا مثلا کمتر ناراحت بشم یا اینکه وای من نتونستم چیز بکنم مثلا رابطه موفقی داشته باشم و اینا، خیلی فوکس کردم رو کارم. یعنی در حتماً اشتباهه، 16 17 ساعت در روز خب، کار میکنم. خب تموم شده. خب نصب کنید، اولا یه علائمی از وسواس رو من نشون دادید، الان دارید اونو میگید. بعدم من جالبه، من قرار زندگیمو روی جای دیگه بذارم، حواسمو به یه چیز دیگه پرت میکنم برای که اون کاری که مهمه و دوره داره و 2-3 سال من وقت دارم بگذره. خب این واقع بینی عقل اینا یه دفعه رفتن دنبال کارشون. آره. دلیلش رو بهتون میگم آقای دکتر. من راستشو بخواین اعتماد به نفسمو توی تصمیم گیری راجب شناخت آدم ها دست دادم. نه و دلیلش نه 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 توضیح بدم. آخه معنی نمیدرسم، آخه اولا چیزی بس به اعتماد به نفسی، آخه نه صبر کنید میرسم، هیچ ارتباطی به اعتماد به نفس نداره. این اول، آخه چون شما یه واژه‌ای رو به کار میبرید که معنی داره، مثل که من برگردم بگم کامپیوتر. اصلا میترسم مثلا نزدیک به آدمی بشم.
چرا مثلا اینا گاز میگیرن، آدمو نه مسموم شخصیت میکنن؟ خودمه. خب من میدونم، خب درستش کنین. دلیلش رو بهتون میگم. نمیدونم چیجوری، سوالم همینه، نمیدونم چیجوری درستش کنم. من دلیلی هم که توی اون رابطه طولانی موندم و مثلا اخیرنم با یکی از دوستان طولانی مدت دور صمیمی خیلی طولانی که داشتم مثلا به مشکل برخوردم، دلیلش اینه که من مثلا دوستایی دیگم بهم میگم وقتی یه رابطه دارم I go all in، من نمیدونم فارسیش چی بگم، همه چیزمو میذارم بدون خب هیچ نرید، توقعی، بدون هیچ، بعد نه خب نرید، بعد از یه مدت احساس میکنم آدما فکر میکنن که خب ساده است دیگه، بذار اینجوری ادامه میدم، یعنی فکر میکنم هر چی بیشتر خوبی کنم بالاخره اصلا درست میشه، و بعد اصلا به اینجا رسیدم اصلا که اصلا میترسم که خودم رو در معرض کسی قرار بدم که مثلا به نه نه ببینید آخه پس یه کاری بکنید، اول شما برید مدرک ها رو پس بدید، بگید من سوم ابتدایی، بی خود مدارک رو برای چی گرفتید؟ برای که واقعیت و علم و عقل بره از مغازه بیرون؟ شما میدونید که من تو زندگیم مثل بچه‌ای که باید بهش غذا به اندازه داد، خواب به اندازه باید باشه، باید ارتباط من با آدما تحت یه چارچوبی باشه که معمول و مرسومه و درست. این که من آل این میرم هر چی دارم و در اختیار کسی، برای چی؟ مگر رابطه یعنی این؟ یعنی رابطه نبودن، هیچ شدن، صفر شدن، که من قرار نباشم تا دیگری باشه، من میخوام برم در یکی دیگه گم بشم، از کجاش میخوام برم تو، از کجاش بعدم بیام بیرون؟ یعنی ببینید علتی که دارم بهتون میگم، خب نکنید. یعنی خیلی سالست من به شما برگردم بگم که من با هر کی دوست میشم ای 20 دفعه میریم رستوران، 20 دفعه من پول میرم، خب ندید 10 دفعه شما بدید. این که کار عجیب و غریب نیست، کارم جلو خودشو نتونه بگیره. بعدم اصلا این که شما به کسی محبت کنید به هیچ وجه، با محبت قلب هیچ کس که سنگه سست و خوب نمیشه. بعدم آدما میدونید محبت یا کمکه یا هر چی، البته اسمش حتی محبت هم نیست، کاری که شما میکنید با مرور زمان آدما رو طلبکارتر میکنه و شما رو بیشتر گرفتار و نگران و بعد از مدتی خشمگین میکنه. بله دقیقاً همین حالت. خب برای نکنید، یعنی شما نگاه کنید که هر زمانی که خواستید به کسی 10 دلار بدید بگید من باید 5 دلار بدم، هر زمانی که خواستید به یه آدمی 4 دفعه تلفن کنید بگید یه دفعه تلفن میکنم، هر زمانی که خواستید یه کاری رو برای یه کسی بکنید نصف ایام نکنید یا برای اون آدم نکنید، چرا بعدا میگید میترسم برم باز همین کارو بکنم؟ مثل من بگم من میترسم برم یه قمارخونه همون ثانیه اول همه پولامو بذارم ببازم بیام. خب یه حساب کتابی وجود داره عزیز، یه مقدار پول میبرم، میخوام 2 روز اونجا باشم، خب فکر میکنم تو 10 ساعت باید این پول رو خرج کنم. خب اینا که یه واقعیت های ساده است که آدم های تحصیل کرده که دیگه قراره بدونن، شما که با عدد و اندازه و درصد و نسبت و اینا آشنایید، چطور میتونید به من برگردید بگید اینجا که میرسه من یه دفعه غیر عادی میشم؟ خب شما اگر صاحب فرزندم بشید حتما میخوابونیدش با نمیدونم یه دستگاهی همینجوری غذا میخورونید تا بهتره که؟ بنابراین یه دفعه به من نگید که من یه دختری هستم که برخی از اوقات هوشم و عقلم و علمم و اینا رو میذارم تو صندوق خونه، درش رو قفل میکنم، بدون اونا راه میفتم. برای که حرفا رو دارید از اون قبل بزنید، برای ترس از چی دارید؟ شما میرید توی رابطه خوب بود ادامه میدید، نه بد بود میاد بیرون، برای تو این رابطه تا زمانی که خوبه آدم ادامه پیدا میکنه، پس آسیبی نمیبینید. ای به این نتیجه رسید که خوبه تموم شد، اگر شک کردید وقت بیشتری میذارید، مشاوره میکنید، کمک میگیرید. به هر حال اینا چیزایی است که آدمای عادی و معمولی با رعایت یه اصولی حداقل در آغاز انتخاب درست میکنن. اینکه آدما در دنیای امروز تغییر میکنند و متفاوت میشن و خیلی چیزا اتفاق میفته و طول عمرها برخلاف گذشته که 30-40 سال بوده، حالا 80 سال 50 سال بعد با کسی باشید اوضاع متفاوت شده رو میتونم بفهمم، ولی به این دلیل که من اگر برم یه کارایی میکنم که رابطه رو خراب میکنم که نمیتونم این بازی رو در بیارم. بنابراین شما یه آدم مضطربید و بعدم گرفتار وسواس شدید، بعدم میخواید اشتباه نکنید، شکست نخورید، نگران حرف و اعتراض و انتقاد مردمید و در نتیجه تبدیل شدید به یه آدمی که نمیتونه تصمیم بگیره، indecisive. بعدم وقتی تصمیم میگیرید دیگه گیر میدید،
بعد وقتی تصمیم گرفتید و گیر دادید، فکر کنید حالا هر چی دارید، درست نیست که مثلا مهمون ها بیان سراغ خونتون، شما اولا غذا رو هر چی هست بدیزید، مثلا 50 جور غذا درست کنید، بعد آخر کارم بگید نه صندلی و مبلا رو با شما ببری نمیشه، یعنی آخر کار مهمون ها هر کسی سر صندلی و مبلاتون گرفتن میبرن، چون میخواید خیلی دیگه مهمون نوازی کنید. نکنید تو این مدت چه فکر. من یه سوالی بکنم، خواهر کوچکتر شما از شما چقدر کوچکتره؟ 5 سال. و به من بگید ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون دکترای سلولار مدیسین دارن و کار میکنن توی شرکت فارماسیوتیکال. در ایران یا خارج از ایران؟ نه اروپا. توی اروپا زندگی میکنن، ازدواج کردن و تازگی هم بچه داشتن. اوکی بسیار خوب، برگردیم سراغ شما. شما من بگید محیط خانه چگونه بود؟ یعنی رابطه پدر و مادر چگونه بود؟ خیلی معمولی. پدر مادر من بیشتر حالت دوست بودن با هم دیگه، خیلی خوب با هم، خیلی خوب بودن. اگر بحثی چیزی هم داشتن بیشتر سر مثلا تربیت بچه و اینا، مثلا اگر اختلافی داشتن، ولی الان که خیلی با هم خوبن، یعنی اصلا خیلی دوستانن و خوبن. اوکی به من بگید چرا فاصله شما اینقدر زیاده؟ 5 سال خیلی عزیز. نمیدونم راستشو بخواین، یعنی مادر کار میکرده؟ بله مادرم هم شاغل بودن. شغلشون چی بود؟ استاد دانشگاه. پدر مادرم جفتشون. خب یه مقداری موضوع میتونه اونجا هم باشه. شما که پدر مادرم سر من خب خیلی سختگیر بودن، و یعنی سر من نسبت به خواهرم خیلی سر من بیشتر سختگیر بودن و خیلی مد کلن. نه یه ذره اون زمین ها دارتون هست. نه اون زمینه برای اینکه به خود ثابت کنید به همه خوبید و بله، نشون بدید بله. خودتون رو یه نوعی بدهکار بقیه بدونید، از اونجا میاد دیگه. وقتی پدر و مادر یه مقدار سطح انتظار و توقعشون از بچه ها زیادتره، حالا دومی که اومده به هر حال خیلی اوضاع فرق میکنه، ولی فاصله هم زیاد بوده. میدونید اون 5 سال شما رو در یه مقدار پدر مادرم جفتشون مثلا همیشه شاگرد اول بودن، خواهرم هم همیشه شاگرد اول بود و من نبودم. من مثلا دانش آموز معمولی بودم و همیشه مثلا این مورد نگرانی پدر مادرم بود که مثلا من به اینجا نمیرسم. خب حالا شما که باید اونو ثابت میکردی. خب حالا برگردیم سراغ رابطه. الان چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟ از یا اصلا پرسشتون چیه؟ یعنی خودتون گفتید که مسائل و مشکلات چیه اولا... و نگرانیتون در جهت ازدواج اصلا چیه؟ پرسش اولم راستش اینه که من میخوام از این شهر برم. من اصلا از اینجا میخوام برم. هر از وقت فکر میکنم اصلا از آمریکا میخوام برم، چون ما خانوادم که نمیتونن بیان اینجا، سفر به اینجا کلا خیلی سخته. بعد خواهرم نزدیکتر بیشتر میرم پیش اون و مثلا من داشتم فکر میکردم که دو تا راه پیش رومه. یکی این که برم کالیفرنیا یا برم اروپا. شرکتی که توش کار میکنم اروپایی، خیلی هم موقعیت خوبی دارم. قشنگ کدام کشور میرید آخه؟ آلمان. آخه شما که آلمانی نمیدونید؟ میدونم. نه در چه حدی میدونید؟ در حد این که صحبت کنم و مثلا تو محیط کار و اینا. و خب تو محیطش باشم. اون از کجا یاد گرفتی؟ توی دوران دبیرستان به خاطر فرصت متعاطی پدرم سوئیس زندگی میکرد. و شما اونجا زندگی میکردی؟ 1 سال. آره. خب ولی اون تو منطقه آلمانی نشینش بود. بله. پس اون زمینه رو دارید. بله. خب اون وقت اگر بخواید برید آلمان، خواهرتون هم اونجاست؟ خواهرم بلژیک است. نزدیکه مثلا. نه متوجه. و خب اون وقت ولی پدر و مادر فقط میتونن به شما سرکشی کنن. البته قوانین امریکا مصدر مهاجرت تغییر پیدا خواهد کرد به تدریج، برای اینکه خب اون اشتباه بزرگی بود و در مورد ایرانیان که بیمهری و قد ناشناسی بسیار، ولی حالا اون به کنار. ولی خب اونجای من ببینید عزیز، من اشکالم الان بهتون میگم چیه. شما چون بازی در وردید که من الان خودم رو سخت درگیر کار کردم، من میتونم حالا خودتون رو بازی رو سر مهاجرت کنید، حالا چه کالیفرنیا چه اروپا، بعد بگید خب دیدید که نشد. اروپا شما برید به ایران نزدیکه، ولی احتمالاً در اونجا شاید خیلی فرصتی
در خصوص اگر بخواید ازدواج با ایرانی بکنید که در کالیفرنیا هست در حقیقت وجود نداره، ولی شما خیلی هم وقت ندارید که تلف کنید، چون شما با ظرف یکی دو سال آینده در حقیقت فرد مناسب رو پیدا کنید. حالا چند روزه واقعا اگر ازدواج نکنید و بچه دار نشید براتون خیلی مهمه. ناراحت میشم. خب پس بنابراین لطفا گفتم اونو واقعا اولویت یعنی اصلا اولتون بدید. ناراحتی روزمره من الان همینه که خونه تنها، از تنهایی دوست ندارم. نه اون که اصلا نعظم جدایی و تنهایی که اصلا با انسان سازگاری نداره، اصلا معنا نداره. یعنی این اصلا ما در رابطه تعریف میشیم، ما در ارتباط تعریف میشیم. اصلا شما اگر نگاه کنید بعضیش هم میگم چی میخوایی دیگه، خیلی هم خوشحالی تنهایی دیگه، مثلا چی دوست چی بهتر از این. به اونا بگید سرتون به کار خود به اونا بگید سرتون به کار خودتون باشه، اگه شوهر خوبی دارید بفرستید بیاد. نه ببینید عزیز، آخه یعنی چی دوستانتون؟ این دوستان نیست، اینا یه آدم خلوچلن دورورتون. نه اونا که بیمعنی است. از که تا حالا انسان وقتی جدا و تنها باشه و بره سر کار و بعد بیاد خونه و هیچ کاری نداشته باشه بکنه، خیلی از زندگیش لذت میبره، مگر یه آدمی باشه که یا وسواسی باشه یا آدم منزوی باشه. در غیر این صورت که یه همچین چیزی براش جالب نخواهد. نه گوش به حرف این دوستانم ندید. حالا شما خودتون فکر میکنید که نمیخواید برگردید ایران، چون موضوع ایران که منتفی است، درسته؟ نه ایران اصلا نمیخوام. آره، یا اروپاست یا مثلا کالیفرنیا. حالا خانوادهتون اگر به پدر و مادرتون بگید من تصمیم دارم برم اروپا، آلمان، نه تازه اونجا که خواهرم هست ولی اونجا، یا در کالیفرنیا بودم، فکر کنید پیشنهادشون به شما بیشتر چیه؟ خب اونا نمیدونم دقیقا. یه روز مثلا پدر من که خیلی آدم کلا لیبرالیه، کلا میگه هر چیزی که خودت فکر میکنی درسته. مامانم نه آخه نه من نمیگم بیشتر... اصلا نمیگم شما فکر نکنید شما، ولی نظر اونا رو میخوام، خودشون تصمیم خواستن. آره مامانم یه روز به میگه مطمئنی میخوای بیای، یعنی اصلا اونجا رو میخوای ول کنی و اینا. یه روز میگه بیای خیلی خوب میشه، نزدیکی، ما هم به خواهرت میتونیم سر بزنیم، هم به تو میتونیم سر بزنیم. نه آخه زندگی شما مهمه، نه ما پدر مادر رو سر زدن مهمه، بعدم خواهر نزدیکه. ولی خواهر که هیچ وقت برنامه، شوهر خواهرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟ نه غیر ایرانیان. کجایی هستن؟ بلژیکی؟ بلژیکی هم بله. خب پس ایشون که اونجا گیر افتاده، شما که بلژیک نمیتونید برید، البته اونجا شوهرم پیدا نمیشه. نه خواهرم پیدا کرد. آخه اون شما به زرنگی او نیستید، او برا چون معلم نیستم. چون معلم شما بودید او یاد گرفته، ولی شما خودتون به نظر نمیرسه که اگر مثلا بهتون بگم خواهر من 5 سال از من کوچیکتره ولی همیشه بزرگتر از من بوده و همین الانش هم مثلا به من نصیحت میکنه یا امر و نهی، اصلا کلا انگار که من کوچیکم خواهرم بزرگ است. نه متوجه. حالا به من بگید اگر به خواهرتون بگید من بین کالیفرنیا یا آلمان دو دلم، فکر کنید پاسخش چیه؟ نه به خاطر خودش، نه و شما گفتید کمپانی که درش کار میکنید شعبه ای هم در آلمان داره؟ اصلا هدکوارترش آلمان. و شما تو چه کاری هستید اصلا؟ نوع مهندسیتون چیه؟ من توی کار پلیمرم ولی الان بیشتر توی کار سافتور اون شرکت هستم، یعنی حالت بخش اینوویشنش هستم. و کمپانی که شما رو میخوان نسبتا خاطرتون از بابت شغل و امنیت شغلیتون مطمئنه؟ نه بله 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 اون برای همین اصلا اینو دارم کانسیدر میکنم، چون یا باید شرکت هم اصلا کامل عوض کنم اگه بخوام برم کالیفرنیا، که برم مثلا از اول شروع کنم. نه خب این یه ذره جای گفتگو داره. آره بعد ببینید اگر ثابت. اگر کرونا نبود، چون کرونا هنوز تا 4 ماه 6 ماه دیگه هم تأثیرات بد و منفی خودش رو برای بله. ایجاد روابط داره و خب شما اونقدر وقتی ندارید، ولی خودتون هم که میگید اونقدر با زبان آلمانی مشکل ندارید، مثلا از نظر مکالمه که اساس کاره میتونید ایام بگذارونید، برام تسلطتون به زبان انگلیسیه و این مؤسسات هم معمولا حتی برخ از زبان داخلیشون میتونه بیشتر انگلیسی باشه تا آلمانی، بنابراین خب اونم امکانش هست. البته یه احتمال دیگری هم هست و اون یافتن همسر مناسبی است که ممکنه فعلا ایران باشه ولی بخواد بیاد اروپا و در این حال هم تحصیلات عالیه داشته باشه که اونجا هم یه جایی داشته باشه.
اون هم هست. شما که مشکلی برای رفت آمد چه مدتی، یعنی کی بار آخری بود که رفتید ایران؟ عشان قبل کرونا، یعنی یک سال قبل کرونا که قرار بود عید پارسال هم بریم که کرونا شد دیگه. نه، من خب سالی یه بار تقریبا میرفتم به پدرم و مادرم. خب اون سال آخری که رفتی چه مدتی ماندید؟ 2 هفته. و تو این 2 هفته، البته 2 هفته کم بوده، ولی تو این 2 هفته کسی که به هر حال به نظرتون نیامد که شاید مناسب باشه؟ نه، من فقط میرم خانواده رو میبینم، میام مثلا خیلی بیرون و اینا یعنی ما نمیرم. نه، بعد اون موقع شما. هنوز امید داشتم به شوهرم، نه حق با شماست، نه راست، این یک سال آخر هست. ولی آقای دکتر واقعا میگم مشکل، یعنی واقعا ترس دارم، یعنی میدونم الان شما راجبه ترس شده دارید. واقعا نه بذارید، نه ببینید، ترس نه صبر کنید، به کسی رو دارم. نه خب اون که باید با کسی کار بکنید، یه سر روی این باید کار کرد و با سرعت هم میشه به یه جایی رسید، ولی به هر حال آخرش اینه که یک پیدا نمیشه، دو پیدا میشه بعد از مدتی مناسب نیست، ولی حداقل شما کوششتون کردید. شما تو دنیایی هستیم که قرار کار و کوشش اونو بکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی اینکه بگیم چون شاید نشه پس هیچ کاری نمی کنیم که در هیچ زمینه شرط واقع بینی و عقل نیست ابدا. بنابراین بعد مثلا وقتی شما اصرار دارید به اینکه این ازدواج رو میخواید و ضمن بچه رو هم میخواید، اینه که به نظر من واقعا باز برمیگرفت سر حرف اول، لطفا اشتباه نکنید عزیز، چون شما اگر 1-2 سالی نیمی از وقتتون رو برای این کار بگذارید، احتمالا بعدا 50 سال با حسرت و افسوس روبرو نیستید. چیزی هم عقب نمیفته، نه درستون عقب میفته، نه کارتون عقب میفته، نه نمیدونم درآمدتون یا هر چی که اصلا. من هیچ هیچ تو این 2-3 سال، نه تو این دو سال یا 3 سالی که خیلی بیشتر رو کارم فوکس کردم، خیلی زیاد پیش اصلا نسبت به سنم موقعیتی که دارم اصلا خیلی جلوتره. اوکی، یه کمی هم بیستید بقیه بهتون برسه، فشار بیارم، ولی چون نه نمیخوام به اون قضیه فکر کنم، هی باز بیشتر این ور فشار میارم. ولی من میخوام به شما بگم عزیز، ببینید، من البته اینو بارها عرض کردم، استفاده از آنچه که الان تو سوشال میدیا هست یا اون سایت هایی که برای این کار هست، در این حال که باید مواظب و مراقب باشه که بازی چه نشه و مورد استفاده و سوء استفاده قرار نگیره، برخی از اوقات بهترینه. من بسیاری از اوقات دوستان دیدم که وقتی که درباره شون پرسیدم، نه 1-2 تا، 10 تا، حتی میتونم بگم 100 ها که از این طریق با هم آشنا شدن. مثلا وقتی خواهر افراد خودم از این طریق آشنا شده، یعنی اصلا عجیبه. بنابراین از اونم استفاده کنید جان. مثلا ازتون بپرسم راجبه، حالا شما خیلی مثلا گفتین راجبه مثلا طرف ایرانی باشه، اگر ایرانی نباشه چی؟ یعنی مثلا خب محیط کارم مثلا میرم، همکارم بالاخره خب اصلا ایرانی توی همکارم نیست، نه اون وقتی که برمیگرده آلمانی، نه ببینید، من اونجا که هستید امریکایی که هستید بهتر امریکایی باشه، یعنی من ولی آلمان که رفتید بهتر آلمانی باشه، یعنی اونو میتونم، ولی اولیش یه ایرانی است که مدت هاست اروپا است، یا یه ایرانی است که به دلایلی مثلا همه کاراشو انجام داده، دکتراشو گرفته در ایران، جایگاهی داره، حالا برای دوره های یه کمی بالاتر و تخصصی و برنامهش بوده در این میاد، اون گروه رو هم میشه به حساب آورد، چون یه کسی باید حداقل در حد و سطح شما با توجه به سابقه خانوادگی تحصیلات عالیه داشته باشه، بنابراین اون رو هم در مد نظر دارید. خب همیشه من برای دوستان ایرانی ترجیح این است که ایرانی باشه، که اگر شما فرض کنید مدتی است در امریکا هستید، اونم تقریبا نزدیک اون ایام رو باشه که خاطرتون آسوده باشه، موضوع و مسائل مهاجرت و آشنایی‌ها و برخوردها و شوک فرهنگی و اینا همه پشت سر گذاشته شده، ولی در این حال هم توجه و تاکیدتون میخوام، برای که شما اون فرصت رو اونقدر ندارید، ضمناً چون خوشبختانه امکانات مالی دارید. یه توصیه دیگه هم بهتون دارم، کمی هم تخمکای خودتون رو فریز کنید، که برای که برخی از اوقات شما ممکنه سنتون به 39 یا 40 برسه که شاید اونقدر توصیه نکنن، یا 41-2 برسه، ولی اگر تخمک فرض کنید 36 سالگیتون رو داشته باشید، اون 5 6 سال همچنان در اون تخمک خودش رو نشون میده. بدن شما مثلا اگر با ورزش و مواظبت از خودتون باشه اونقدر تغییر نمیکنه، تخمک ها از یه سنی به بعد میتونن مسئله باشن، بنابراین یه هزینه ای میکنید، ولی خاطرتون آسوده است که اگر ضرورتی پیدا کرد از اون هم میتونید استفاده کنید. اینه که به هر حال ببینید چه میکنید. منم به پایان وقتم رسیدم، ولی
خوشحال شدم خیلی باهاتون صحبت ممنون. کردم، ولی باز تاکید میکنم عزیز، با روحیه‌ای که در شما دیدم و زمینه و آماده که دیدم، لطفا موضوع اول رو برای 2-3 سال آینده ازدواجتون بذارید بیش از هر چیز دیگه، و حتی اگر به خاطر اون مهاجرت میکنید باز به خاطر اون باشه، نه اینکه بهانه ای باشه برای که ازدواج نکنید دست به مانور مهاجرت بزنید، ولی که نکته شما به خوبی نظر اشاره میرسید. کردین، اونم آره شما چون فرار میخوام میتونید، بکنم از آره اینجا. آره من ترسم بعدا یه دفعه تصمیم برای 1-2 سالی هم برید هند و راهبه بشید، یا من نمیدونم مرتاض هندی بشید، چون بهتون یه چیزایی از این قبیل میاد. برحال مواظب خیلی خودتون ممنون باشید، آقای خوشحال شدم با دکتر، تو صحبت کردم عزیز. منم همینجور، لطف کردیم، لطف، خدا حافظ. خواهش میکنم، خدا نگهدار. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. در مورد مشورت میخواستم بکنم با اتون بر مورد این موقعیت کاری که برای همسرم پیش اومده 2 هفته آینده و باید جوابشو تا دوشنبه ما بریم بشون. من فقط یه نکته کوچکی عرض کنم، من فقط 12 دقیقه وقت دارم بنابراین، ولی مطمئنم به این چه میشه رسید. بفرمایید. یکی از پوزیشن ها ایالت سرسیر هست که خودمونم نزدیک اونجا هستیم. ایالت چی؟ میشیگان هست. بله. تو شرکت اتومبیل سازی هست و از نظر جاب پوزیشن خیلی خوبه و حقوقش و سالاریش عالی و پوزیشنش هم خوب هست و دیگه چیزای خوبی داره، بونس خوبی هم داره. یه جاب آفر دیگه هم که ایشون گرفتن اون طرف غرب آمریکا هستش که تو اسپیس هست و یه حالت نیو داره، یعنی کمپانی کلا حالت استارتاپ هست. حدود 2018-17 اینا شروع کردن، حدودن 300 تا امپلوی دارن. از سالاری هر دوشون یکی هستن، ولی شرکتی که در طرف غرب آمریکا هستن بونس ندارن، ولی بیشتر چیزاشون خیلی شبیه هست. حالا همسر من به خاطر اینکه اون کار غرب... آخه مسئله این است که نه، بونس چند درصد؟ بونس خب معلوم نیست حتمی باشه، ولی اگر فرض کنید حقوق 100 هزار دلار، مهم اینه که 5 هزار دلار یا 50 هزار دلار اون چه نسبتی داره با حقوق و مزایایی که دارن. حدودن مثلا اگه حقوق 150 باشه حدود 25 هزار دلار تا 30 هزار دلاره. خیلی خب، پس بنابراین اون یه چیزی نزدیک 20-25% یا 15-16%. حالا غرب امریکا کجاست؟ کالیفرنیا ما داریم و اورگان داریم و سیاتل. آقای غرب امریکا اون که میانه امریکاست. بله همون میانه، ولی خب جای خوش هوا هوا تر یه نسبت به میشیگان با زمستانه سرد. خب بله، حالا هیوستون یا دالاس یا شهرهای دیگه هست؟ مثل آستین شهرهای دیگه، شهری که رشد اقتصادیش خیلی عالیه. اوکی، در حال نه متوجه هستم تو اون مراکز الان اون مرکز هست. خب آخه داستان این است که در اونجا هم البته گفتم بسته به شهرها هست، ماجرای سرما و گرما کمکی مطرح هست. حالا برخی از اوقات ممکنه سرما نباشه، گرما با شرجی نسبتا سنگینی باشه در حد کمی که بمزن مثل هیوستان، میدونید اینا اونجا اهمیت داره. حالا شما هر دو چند سالتونه؟ همسرم 41 سالشونه، من 38 سالمه، یه پسر 5 ساله داریم. خب من وقت... سر کار هستم دانشگاه. خب اون وقت آیا برای شما هم کار هست؟ تو هر کدوم بله. از این دو جا؟ بله، ولی خب من پلن دارم که اولیشون برم، برای 2-3 ماه من کم کم کار پیدا کنم، یا اگه کارم پیدا نکردم بهشون جوین بشم اونجا بعدن کار پیدا کنم. البته با پسر 5 ساله یه ذره فاصله گرفتن کار درستی نیست، خیلی سخته. یعنی خب یه ذره با هم حرکت کنین، بر حال شما یه مام کار نکنین، فکر کنین مثلا خیلی مشکل پیدا. بعدم بریم سراغ شما، هم فکر کنین پوزیشنی در حد هر دو جا به صورت نسبتا برابر دارید؟ من الان تو آکادمیا هستم، مستر متوجه هستم. آخه یه مقداری آکادمیا به این راحتی ها ترانسفر کردن نیست عزیز. و دنبال جاب هم توی آکادمیا میگردم هم توی اینداستری. آیسی. ببینید یه خورده وارد شدن بفرمایید. یه خورده وارد شدن شاید از آکادمیا به اینداستری یه خورده برام اولش مشکل باشه، ولی خب رزومم خوبه. اوکی، به من بگید چه تصمیم برای داشتن فرزند دوم که ندارید؟
بله داریم آقای دکتر، در حال اقدامی. من با آخه در حال اقدام که سه چهار سال باید اقدام میکرد. نه من یه مشکل دارم که نتونستم، یعنی در حال درمانم. اوکی بسیار، اوکی بسیار. یعنی ببینید سرمایه هوای میشیگان اینا با خودش چیزهای دیگه هم داره، یه مقدار محدودیت ها و موانعی داره. بعدم بله. اون شهر گفتم مهم اینه که شهر تگزاس کجاست. ببین اونجا که شما میرید یه محیط بیشتر میشه گفت به یک اعتبار صنعتی و کارگریه، در حالی که وقتی شما به تگزاس میاد اونقدر محیط صنعتی و کارگری نیست، ولی عوضش از نظر یه مقدار باورهای مذهبی و اینها مردمان متفاوتی هستند و کمی هم به نوعی پذیرفتن خارجی کمکی براشون مطرحه. حالا یه زمانی هست که ما خارجی بودن اون خیلی آشکاره به دلیل ظاهرمون، برخی از اوقات نه، ولی این مسئله است. ولی واقعا بیشتر برمیگرده به سکیوریتی که در این دو جا هست و فکر این که ما میخواییم 20 سال اینجا بمونیم. دقیقا یعنی من البته خودم فقط تجربه شخصی میگم، من یک سال در شرایط سرمای شیکاگو در شیکاگو بودم، وقتی که وسط خیابونا یا از اتومبیل پیاده میشدم برم توی آپارتمان و همون فاصله 5 متری آزاردنده بود، اونجا به خودم گفتم یادت باشه هرگز یه همچین جای سردی نیا. برای که این ما الان آقای دکتر شیکاگو هستیم ولی مشکل سرما رو کاملا درک میکنیم. ولی خب یه خورده چون دوستم که در آینده یه جای گرمسیر بتونیم درک کنیم. بعدم میدونی حالا شیکاگو آخه بادش هم مسئله هست، حالا بله. سرما یه مسئله میگه. من اونجا به خودم گفتم مبادا اصلا فکرشم نکنم نمیارزه. البته من آدم متاسفانه بسیار ضعیفی هستم و از این بابت هست، حالا شما رو نمیدونم. آب و هوای مهمه عزیز، برای که اصلا نوع زندگی رو متفاوت میکنه، آدماش متفاوته. برای شما من میفرمودید که میخواید بیاید کالیفرنیا یا اورگان یا سیاتل به غرب امریکا، راحت بودم. میانه امریکا مسائل خودش رو داره به هر حال، ولی نمیدونم شهر شما غیر از دالاس و هیوستون و عرض کنم آستین و اینا، اگر شهر کوچکتری هست که نمیدونم برای هر دو. آستینه، اوکی. بنابراین یه مشکلی که آقای دکتر بیشتر همسرم رو گیج کرده پوزیشنی که تو قسمت میشیگان هست استیبل تره، ولی همسر من میگه که من دوست دارم تو کارم چلنج داشته باشم. از اول زندگی دوست داره، مثلا میگه یه کار آفیسی دائمه هر روزه رو دوست ندارم، ولی اون کار اونجا چلنجش بیشتره، خب استرسش بیشتره، یه کار استارتاپه. اگه خب رشد کنه که اونم خودش باش رشد میکنه، ولی خب یه دفعه ممکنه که دام بشه. حالا اگر یعنی... هر دو نصب کنی، اگر هر دو عین هم بوده، مثلا پوزیشن یکی بود حقوق یکی بود مال فرض کنید میشیگان یا این آستینی که الان بهش اشاره میکنید، ترجیح شما کدام بود؟ من؟ ترجیح خود شما؟ من ترجیحم میشیگانه به خاطر که استیبل تره، یعنی یه حالت همسر دوستم آروم تره. ولی نمیدونم برش میگم برای یک دو سال بخواد بگید. شما چه مدتی از شیکاگو هستی؟ 7 سال. خب چقدر با سرمان کنار آمدید؟ خیلی سخته، با بچه الان بیشتر مشکل دارم، چون تمام زمستون و بهار رو باید تو خونه بمونه، اونم دوست داره بیرون باشه، خیلی سخته، هیچ اکتیویتی. بعد البته میدونید مقدار محیط از نظر ترکیب نژادی هم مسئله هست، یعنی برخی از اوقات نه اینکه خود ما خیلی درگیر باشیم، ولی اینکه یه مرکزی یه مقداری میزان سیاه‌پوست و سفیدپوستش یا فرض کنید مذهبی، چون اونجا وارد اون بایبل بلت هم شاید به یک اعتبار میشه، یعنی اونم خودش اون کمربند مذهبیه اونجا خیلی سفت و محکمه و پذیرش خارجی، یعنی اونم نمیشه نادیده گرفتش، یعنی یه مخلوطی از همه این هاست. و به همین جهت است که من فکر کنم اگر جمعیت ایرانی هرچی باشه یه چیزی نزدیک 40 تا 45%، یعنی نزدیک به نیمش در ایالت کالیفرنیا است. یعنی ایرانی‌ها از این بابت خوبی آب و هوا رو به هر چیز دیگه ترجیح دادن، ولی شما به نظر میرسه اهل جنگی. بعدم ببینید سکیوریتی مهمه، ولی آدمی مثل شما یا ایشون
با توجه به پشتوانه علمی و تجربی که دارن خیلی جایی برای نگرانی سکیوریتی نیست. اینگونه نیست که بیکار بشید که باید بدید کار یه جای دیگه. بعدم اگر فکر میکنید الان شما یه تصمیم میخواید بگیرید 20 ساله، خب خیلی مهمه تا اینکه فرض کنید شما و همسرتون فکر کنید ما 5 سال اینجا میمونیم، بعد اگر خواستیم میریم جای دیگه، حالا یک کمی هم مزایایی رو از دست بدیم اونقدر اهمیتی نداره برای که چیزای دیگه هست، ولی تجربه شیکاگوتون خیلی بهتون کمک میکنه که آیا میخواید این گونه زندگی کنید یا نه. معناش این نیست که جای دیگه ببینید، مثلا فرض کنید ما در کالیفرنیا در لس آنجلس به راحتی میتونم بگم که 99% موارد در حالت عادی ما با یه پیرن یا حد اکثر یه ژاکت میتونیم هم تابستون هم زمستون چهار فصل، چون اونجا چهار فصل به یک اعتبار میشه گفت نداریم، البته میتونیم داشته باشیم، دم صبح بریم روی پشت بونه که پر از یه کمی باد هست یه بدن خیسی داشته باشیم کاملا یخ هم میزنیم، ولی میخوام بگم در حالت عادی نیست. ولی این خودش شما وقتی نگاه میکنید به مناطق جهان که مناطق خوش آب و هوا هستن، مردم خیلی آرومتر هستن. چرا؟ اصلا فلسفه و علم به یک اعتبار از یونان شروع شد، برای که اینا آرامترین منطقه جهان در اون زمان بوده. بله آقای دکتر، اگه فقط بخوام دو تا کار رو با هم مقایسه کنن، یه کاری که مثلا استیبلتره با خیال راحت، استیبلتر چقدر اهمیت داره؟ خب مهم عزیز، یعنی استابیلیتی وقتی است که آدم فکر کنه اینجا رفت بیرون جای دیگه کار نداره. شما اگر فرض کنید یه تخصص خاص داشتید، میگفتید من دکترای ادبیات نمیدونم روس رو دارم، 5 تا دانشگاه هست که اینو به صورت جدی هست، خب من جا محدود بود، اینجا سکیوریتی ما از دست بدن. ولی آخه شما رشته های احتمالا مهندسی و تو این زمینه ها که درها بروتون به مقدار زیادی همه جا بازه، بعدم تغییرات جامعه است. از اون گذشته آخرش چه خواهد شد؟ اینجا آدم کارش میره متوجه میشه میره یه جای دیگه، بس خودتون برید. یعنی اونا کاری نشه. اگه من اگه شما نبودید، یعنی میگه اگه واقعا خودم فقط بودم یا مثلا فقط بچه نداشتیم، حتما اون طرف آستین انتخاب کردم. ولی الان با بچه یه خورده. نه خب ببینید همین دیگه، حقوق بازی هم دیگه، ایشون فکر حتما بیشتر از بچه مسئله زنم هستن. خیلی ایشون رو دست کم نگیرید، میتونید ای بسا شکل و شکایتشون غیر مستقیم از اونه. من گفتم من یکی اگر بودم میرفتم تو آستین و از پوستین در میامدم، چون اونجا که شما هستین پوستینه، اینجا آستینه، برای اینکه آب و هوا هست. البته میدونید دوتا شهر با هم بسیار متفاوتند از در شهریت. بله یعنی اون هم هست. ولی اگر واقعا برخی از وقت حسن کار اینی که شما قرار انتخابتون بین خوب و بهتر باشه دیگه. بله دقیقا، من همین حرف شما رو بیشتر بشنم، خودش بگید انتخاب بین خوب و بهتره. بنابراین بعدم تازه هیچ کنم از نوع ابدی و دائمی نیست، ازدواج و بچه که نیست که همیشه اون باشه، میشه جا به جا کرد. بعدم تو دنیا امروز که قرار همه جا به جا باشه. برای من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، کمکی هم میدونم نکردم، ولی بعد در من فکر کنم به هر حال خودتون اذیت نکنیم. خوشحالم از اینکه هر دو خوبی تو موفق. خیلی ممنون. امیدوارم هر چه زودتر دومی هم بیای، خیلی دیر نشه. آره خیلی ممنون. مواظب هم دیگه باشه. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خدا حافظ. شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.